برای سرودن دیر است وقتی که فریاد شکوفاییش را به پجمردنی جاودان می سپارد. وقتی که از تمام دیوارها بی اشارتی مرگ می خیزد و وقتی که حاکم خط می کشد با چادر با تبعیز و با مرگ بین رجال و نسا علی رضا نوری زاده دوشنبه 21 آوریل اول اردیبهشت ماه به شما سلام میکنم و دوباره میگویم گویم خیزه بت بهشتی وان جام می بیار کردی بهشت کرد جهان را بهشت بار آدم الان شیراز بود اردیبهشت شیراز رو هیچ جای دنیا نداره آدم نمیدونم حالا خیابون قصر و دشت و ازش خیابون زند در چه شرایطی هست اما اون روزهای خوب یا آدم میتونست بره شیراز حسن شهبری رو ببینه میتونست منصور اوجی رو ببینه منصور برمکی رو میتونست دونه دونه آدم های نازنین رو ببینه بره خونه استاد فرزاد پیمان جهانبین رو ببینه میتونست شاعران عزیز شیرازی رو زیارت کنه تو گوشه کتاب خونه کتاب فروشی زن میتونست بره اونجا و همه رو ببینه همه رو ایداد بیداد چه بر ما کردین انقلاب مبارک سید روح الله مصطفی در طول این دو سه روزه یه خبر خبر متاثر کننده بود خبری از آدمی که نامش نامش اعتبارش بود حالا کاری ندارم چه کاری کرد و چه کاره بود خسرو جانبانی فامیل جهانبانی رو داشت شازده هایی که به جهان سوز میرزا میرسیدن و شازده جهانبانی بودن و در طول دوران پهلوی با وجود سلسله عوض شده بود اغلب اینا جایگاه شامخ و والایی داشتند چه در ارتش چه در گستره تعلیمات و آموزش فکر کنید هنوز در ایران بانویی مثل شوکت ملک جهانبانی نیامده این بانوی بزرگوار در 1314 مدرسه ایران رو تاسیس کرد که بنده هم افتخار شاگردی او رو داشتم و همسر نازنینش که ما بهش بابا نقلی میگفتیم پنشنبه ها با یک سینی نقل میمد سر کلاس به ماها نقل میداد ایران خانوم دخترش همسر مهندس شمس شمس ملکارا یا ملکارا و آفرین و نیلوفر و همه اینا شمس و جهانبانی منیجه بانوی جهانبانی همسر شاپور غلام رزا. که واقعا یکی از بانوانی بود که هیچگاه من او رو فراموش نمی کنم. جایگاه والای او، منظر او، چهره او، رفتار او، آنچه به ما یاد داد تمام نمایشامون رو بالا سرمون بود می سر می نمیمد نمایش انگلیسی ولی من بانو مراقب بود بعدا لطف کرد یه عکسی هم از اون کودکی من فرستاد بر صحنه مدرسه ایران میدونم الان متاثره خسرو میرزا رفت همسر دختر پادشاه فقید ایران شهناز پهلوی یادم از وقتی اینا ازدواج کردن مقداری زیادی شاه ناراضی بود علم هم اشاره میکنه تو خاطراتش ولی زندگی بسیار عاشقانه ای داشتن شهناز پهلوی خب وقتی به دنیا اومد از مادرش فوزیه خواهر پادشاه مصر ملک فاروق و دختر فعاد آغاز زندگیشون با ولادت شهناز زندگی شیرینی بود ولی به مرور شهناز به مرور فوزیه نتوانست تا به سادگی درباره ایران رو بیاره این سریال سریال های ترکی که از زمان عثمانی نگذارن رو که میبینید در مصر هم چیزهای شبیه به همین بود ملک فعاد اول چه قصرهایی ساخت چه همین قصر قبه آبدین اینا که الان در مصر است همه مال اون روزگار و فوزی اومد توی دربار ساده که پادشاهش رضا شد رو زمین میخوابید شب خب براش خیلی سنگین بود با اتومبیلم با شاه گردش رفتن درست نمیشد براش اون شب ها و اون مجالس به هر حال حالا هر چی پیش اومد توتعه هایی که در دربار شد در حال رفت و فوزی بیمادر بزرگ شد و الان به دفعات می نویسه در خاطراتش که شهناز سریا باش خیلی رفتار بدی داشت ملکه سریا ولی ملکه فرح رفتار خیلی خوبی باش داشت خب در اون شرایط همسر عدشیر زاهدی شد و مدتی هم زندگی خیلی خوبی داشتن بعد دوستانه از هم جدا شدن و شهناز مدتی سرگردان بود و علم به کررات می که برای او شغلی درست کردم رسیدگی به شکایات دانشجویان ایرانی در خارج و سرانجام به هر حال شهناز حتی محجبه شد درویش شد شوهرش هم به عرفان علاقه داشت با هم رفتن امریکا زندگی آرامی رو در کنجی می کذارند. و حالا خسرو خسرو میرزا دیگر نیست باری در طول همین روزها دو سه حادثه مهم در کشورمون اتفاق افتاد. حادثه که میگویم در واقع میخوام بگم یک نقطه عطفی بود. خیلی با اهمیت بود. نخستان که آقای روحانی کاری رو کرد که خود آقای ای وقتی رئیس جمهوری بود دنبالش بود. یادم هست در گفتگو با یکی از امیران ارتش سالها پیش به من گفت آقای ای که نماینده آقای خمینی در وزارت دفاع شد اومد و با ارتشی رفیق شد از سپاه با وجیه مدت نماینده آقا در سپاه هم بود از سپاه دور شد طرف ارتش اومد و با خیلی از افسرا مثل مرحوم سلشکر قاسم علی نژاد، مرحوم تیمسار فلاحی مرد بزرگ خیلی نزدیک و دوست شد ارتباط باشون برقرار کرد جلوی زندانی شدن و بعضا اعدام ادهی رو گرفت و ارتش یه نوعی بهش دلبسته ب... دل شد اونم تو اون شرایطی که ارتش رو درو میکردن و گروه های مثل مجاهدین، فداییان، حزب توده، خود اسلامی های تند رو همه خواستار قلع و غم ارتش بود آقای خامنه متاسفانه وقتی به ولایت فقیهی رسید به ارتش پشت کرد مزدور میخواست و ارتش علیرغم اینکه این ارتش دیگه اون ارتش نیست اما این انضباط ارتش و نوع تربیتی که به نظر من نصب به نصب منتقل میشه باعث شد ارتش مزدور نشه باعث شد تو ارتش یه دفعه منصور ستاری بیاد بیرون باعث شد تو ارتش تیمسار پردیس بیاد بیرون خود همون افسرهایی که تیمسار جمالی تیمسار سعدی حسنی آدم های حسابی بودن این اومدن. علی شهبازی تو ارتش این آدما ها برجستگی تیمسار موسوی اینا برجستگی پیدا کردن اومدن در نیروی دریایی ناخدا دانکار اشکبوز که در ناخدا ایرانی نه این ایرانی که الان معاون عملیاته ولی ناخدا ایرانی دیگری و خیلی افسرهای خوبی داشتیم و داریم آقای روحانی در این گیرودار در سخنانی که عنوان کرد به چند نکته مهم انگوش گذاشت اولا به نوعی استمالت از ارتش کرد که بعد از انقلاب علا رقم زخم ها علا رقم ها ارتش استواری استاد و از خاک ایران دفاع کرد و اجازه نداد سردار قادسیه دوم رویای آلوده خود رو تحقق ببخشه و ایران رو پاره پاره کنه نوعی قدردانی از ارتش کرد نکته دومی که ارتش با همه فداکاریاش از ما باجگیری میکنه حالا به زبان محترمانه تر گفت در مقابل سپاه که میگن اخر ما حقمون همه چی گفت ارتش هیچگاه از ما امتیاز و باجخواهی نکرد و همه گاه ایستاده و از حدود سغور کشور دفاع کرده در سیاست دخالت نکرده و پاک و پاکیزه مونده ساحتش ساحتی پاک نیشی به اهالی ولایت سپاه که نه ارتش وزش فرق و واقعا این درسته شما ارتش ایران رو نگاه کنید <applause> علا تمام قید و ها بستن منابعش جلوگیری از دریافت در یافت لوازم یتگی ارتش رو پای خوش داده جهاد خودکفایی ارتش شاه کار کرده برخلاف سپا ادعا هم نمی باد به قبقب قیام یک و فرستادیم آسمون نه اگه موشکی هم آزمایش میکنن بی سر و صدا تانک زلفقار می سازن بی سر و صدا توپ خودکششی می سازن بی سر و صدا هر کاری میکنن جیغداد نمیکنن استحکام میدن در نیرو دریاییمون همینطور خب الان نافایی که درست کرده اینو همه کار ارتش بوده و سپاه فقط باد میدازه به قبقه بله ما زدیم و کره ما رو تسخیر کردیم میمون و خرچنگ فرستادیم آسمون ولی ارتش از این کارا نمی کن نمیدونم یه روحیه والامنشی و روحیه عشق به ایران تو ذره ذره وجودشون از ایدئولوژی چشمشون رو کور نکرده تیمسار سلامی سپاه نیستن که بگه اسلام 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 اون پونزه شونزه ایران نه میگن ایران ایران ایران, ایران. جمله زندیات حسن نزی در اول انقلاب گفت که من تیت کردم در یکی از گفتگوهایی که با او داشتم من ایرانی مسلمانه نه مسلمان بی وطن. سپاه مسلمان بی وطنه. نه کل شوها همین فرمانده یو اینار دارم میگم چون براشون مهم تو سوریه داره آدم میکشن اگه وطن داشتن نمیرفتن ارتش نمیره ارتش نمیره تو سوریه آدم بکشه و سپاه رفت با هم رفت در آدم کشه هم شریک شد تجاوزات، تعرضات، آدم کشی ها، بچه شیمیایی زدن همه این کارا هم دست بشار جنایت شد ارتش نمیکنه. درود به ارتش ایران و درود به سپاهیانی که عشق ایران عشق اولشون چون در 120 هزار، 140 هزار سپاهی سه هزار نفر هستند توفه هایی که نور چشمی های سیدالی بقیه نه آدم به سخاله من و شما همسایه مونن رفیق بچیه مونن به هر حال مامان جز به ما به اونا هم درود میفرستم اما موضوع مهم دیگر این بود که سید علی آقای ولی فقیه بالاخره راحت و روشن خودش رو نشون داد و اون اظهار نظرش راجع به زنان بود ببینید در اسلام ناب انقلابی محمدی خیلی طبیعی است در قانون اساسیشون هم هست زن نصف مرده زن و به این کارا چیه؟ زن باید بره خونه بشینه آشپزی بکنه مردش که میاد خونه اگه رو اولاغ هم بود بپره بالا که مردش کامجویی بکنه هر کار هر موقع تو فولکس بود تو نمیدونم پراید بود تو هر چی بود سر درخت بود خانوم باید درختو بره بالا که آقا میگه بیا بیاد این خواس زن در اسلام ناب انقلابی محمدی منطقه چون رزاشاه زن ایرانی رو آزاد کرد و در دوران سلطنت آن پدر و پسر زن ایرانی به جایگاه والایی در جامعه رسید و از روز اول علیه اینا مقاومت کرد که اگر مقاومت زنان نبود اینا ما رو صد درجه بدتر از افغانستان افغانستان دوران طالبان کردن چون افغانستان حالا خیلی فرق داره درود به دکتر عبدالله چقدر خوشحالم 44 درصد آرا رو تالا به دست آورده و آقای اشرف غنی رفت پایین امیدوارم تا پایان اعلام نتایج دکتر عبدالله در همین دور اول به ریاست جمهوری افغانستان انتخاب شده باشه و مردم یک بار دیگر بخت آن رو پیدا کنن رئیس جمهوری داشته باشن که نه نوکر جمهوری اسلامی است نه نوکر آمریکا با کیسه نایلون هم از احمدی نژاد پول نگرفته این اگر به این اتفاق بیفته بنده بسیار خوشحالم و ملت افغانستان رو ملت موفقی میدونم که بعد از از دست دادن فرزند واقعی و آزاده افغانستان دکتر نجیب الله حالا دوباره یک کسی رو پیدا میکنن که عشق به افغانستان عشق اولشه و سکولاره و دلش میخواد کشورش از این قید و بندهای تحجر طالبانی نجات بده که مربوط به امروز و دیروز نیست از حبیب الله بچه سقا افغان ها گرفتارش بودن تا امروز باری آقای خامنه ای در اظهاراتی که فرمودن به چند نکته اشاره فرمودن که خیلی جالب ایشون برابری زن و مرد رو غلط دونستن آخه نیست ایشون موقع زاده شدن آدم و حوا بودن و دیدن خداوند وقتی اینا فرستاد زمین رو به روایت خودشون به آدم گفت و برتری از حوا ایشون بودن اونجا یعنی به, آدم گفت ببین یه هوایی دیگه باید بیاد قول دوتاشون برابر بشون با قول تو و این رسم جاهلی عقب افتاده رو آقای خامنه ای میخواد تو جامعه جا بندازه چی میگه همینه دیگه زنان رو اینجوری میکنن بچه ها رو از کوچیکی تفلن الان اون باید شادی کنه برقص آواز بخونه ریختاشون میکن. همه رو زش کردن در میون اینا ممکن خیلی آدم زیبا هم باشه ولی زشتشون کردن سید علی آقا خود شیک و پیک میکنه لباس شیک و کفش و جوراب شیک اما همه باید زشت باشن به هر حال ایشون میفرمایند که بله هر جا نگاه بکنید متون مذهبی رو ببینید زن با مرد برابر نیست این یک بازی غربی ها را انداختن ببخشید تو خود ایران هم برابر شدن در زمان همون پدر و پسر که شما فوششون میگید بله گفتن که هیچ اینا حرفای غلط غربی است و خیلی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است عدالت یک حق است برابری گاهی حق است گاهی باطل است گاهی حق است گاهی باطل است کجا باطله اونجا باطله که من سید علی خامنه ای رو شما میایید مثلا میذارید کنار آقای کاک عبدالله محتدی که سنی کردم هست من سید علی آقای رو میذارید با اون برابر میکنید این آقای اسخر حجازی ما رو که با دست خودش صد تا آدم کشته اینو شما با امیر انتظام برابر میدونید شما خانم نسرین ستوده رو میخواید مثلا با گوهر و شریقی یکی بدونید نه دیگه اینا نمیشه ما برابریمون اون برابری ما فرق داره ما دو و گاهی سه و گاهی چهار برابر زن و حق داریم البته آقای خامنه ای جرأت بکنه اینا جلو خانم خجسته بگه و همسر ایشون اتفاقا زنانی که همون دورانی که اخوندا خانماشون از زیر پنجالی میذاشتن دهنشون اینجوری نگاه میکردن ایشون خیلی زن آزادی بود و آزاده به من نه هجاب داشت ولی بسیار آدم با زبان بیان می دفاع از حق همسرش و بچه خودش می و خیلی میگم انسان محترم و شایسته بود تا اونجا که من یادم هست بله آقای لاریجانی مادر عروسم پریدن وسط و ایشون هم گفتن بله زن امنیت محیط خانواده باید بره بشینه با خانداری کنه و استعدادهاش و اینا خلاصه در جاهای دیگه به کار ببر البته نباید مانع استعداد درس خوندنش بشه کسی که علی این چیزها هست میدان برای این کارها باید فراهم باشه مسئله اشتغال بانوان جزو این مسائل نیست خیلی تلخه نیستی براتون بگم اراق قبل از 2003 زنها آزاد و در شعونات مختلف جامعه زندگی میکردن صدام بعثی افلقی آدمکش سرنگون شد و زنها پوستشون کنده شد بیشترم به خاطر همین مذهب بازی حزب ادعوه و این گروه های امثال هم الان هم قانون فقه جعفری رو که بردن پارلمان دختر زیر نه سال اجاره اجازه میده شوهر بدن این اسلام ناب انقلابی محمدی نگاه کنید دیگه نوع ولایتی دیدید نوع بن شم دیدید نوع طالبانیشم دارید میبینید نوع دعش و جبهه نصرتش هم دارید میبینید به هر حال آقای روحانی بلا فاصله 24 ساعت بعد گفتش که اه خب این حرفا چه ما یه فرصت خیلی خوبی است. گفتش که حقوق زن و مرد برابر ترس از حضور و تعالی زن را نباید به پای اسلام نوشت و گفت که بله آقای یعنی بدون اینکه به آقای خامنه اشاره بکنه تاکید کرد که من بالاخره حقوقدانم هستم دیگه تو حقوقم خوندم و رئیس دستگاه اجرایی هم هستم کاستی های فراوانی برای احیا، احیای حقوق زن در جامعه وجود داره اما بیشتر اینا ربط داد به سنت ها و قید و که هست و تاکید کرد که حرفهایی که رئیس جمعه، یعنی روحانی تاکید کرد که او زن و مرد رو برابر میدونه و هیچ معتقد نیست که باید قوانین تبعیزامیز در کشور باشه که بین زن و مرد خط بکشه و فاصله بیندازه تا اینجا روحانی دو توپ به دروازه سید آقا شلیک کرده یکی ارتشه وقتی سید آقا تمام تکیهش روی سپاه هست روحانی با گرامی داشت ارتش با تأکید اعتبار ارتش و قدردانی از نقش ارتش در واقع درست برخلاف سید آقا کار کرد نکته دوم مسئله زنانه. این مسئله مهم نیست این مسئله دنباله خواهد داشت چون زن ایرانی زیر بار این جماعت نمیره بارها براتون گفتم اوایل انقلاب بود یه روز از قول آقای اشراقی آقا شهاب داماد آقای خمینی که به رحمت خدا رفت خدا رم شکر رفت نمون آلوده بشه بیشتر از ایشون نقل شد که گفتن امام فرمودن زنا باید هجاب داشته باشه سر و صدا بلند شد ای آقا که تو پاریس از این حرفا نمیزن چی شد زنای جامعه ما بلند شدن و واکنش تون نشون دادن بلا فاصله ایشون صدا رادیو صبح ساعت خبر پخش کردن گفت حرف من تحریف شده من همچه هم حرفی نزده و بعد اون تجمع بزرگ زنا در برابر نخست وزیری بود و که چه تجمع جالبی بود اونورم اوباش جمع شده بودن ناسزا میگفتن خانم شهرزاد هنرپیشه و شاعرم با دوربینش اون لحظات رو ثبت کرد زنان بودند کوتاهی از مردان اگر فردای اعدام ها ما تو خیابون ریخته بودیم و اعتراض میکردیم جامعه همه اعتراض میکردن اینجوری شد وقتی دکتر عاملی تهرانی رو کشتن من تو ایران اعتراض کردم دکتر علی نقی بختیاری مقاله فوق العاده زیبایی نوشت ولی ما تنها بودیم ما رو ملامت میکردن ای، این حرفا چی شما میزنید درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و در خدمتتون خواهیم so segol a cherubino so segol a cherubino so سالز دارم چرا به نام سال چرا ب من؟ چرا با من سات نمیشه میگار نام پا یه دارمبیدار من پا ها دارم چرا ب من؟ چرا با من یاد نمیشه؟ مه نو چهره نو اومده به تهرون حالا بیا تا میخوریم شراب مال که ری خوریم حالا نخوریم کی شراب مال که ری خوریم حالا نخوریم کی درود دوباره خدمت همه شما عزیزان گاهی اوقات من در میمانم که ابعاد جنایتکاری حاکمیت به کجا رسیده که زندانی در بند رو با چوب و چماق به جانش میفتن شخصیت نازنینی مثل عبدالفتای سلطانی یه وکیلی که افتخار باید بهش بکنی او رو زیر مشت و لگد و چوب بگیرن زخمیش کنن الان کسانی که آقای علی جانی اصلا زندانش تموم شده دوباره سه سال دیگه به زندان دادن حسین رونقی ملکی بهزاد عرب سعید جابری اماد اماد این رو دونه دونه وقتی نگاه میکنم میبینم که واقعا که آقای خامنه ای چشمت روشن چقدر شبیه بشار شدی چقدر دوتایتون عین هم شدید پدر و پسر عین همید در آدم کشی جنایت شکنجه حقیقتا مثل هم دیگه شدید و بسیار اسباب تاسفه و ما باید واقعا غیرت رو قورت داده باشیم که در خارج از کشور هیچ کاری نکنیم چرا اپوزیسیون مرده همونطور که نوشتم امام و لبخند همه رو دچار آچمز کرده صداتون چرا بریده به من طرف تلفن میکنه علی جان یه خود تو آرامتر بکن برای فقط الان تو موندی بقیه که دیگه کاری ندارم مشغول ساز و ضرب و آهنگ و برنامه ریزی های خود شونه تلخ هست تلخ آدم وقتی بشینه و تعمل کنه و ببینه به کجا داره کشیده میشه اوضاع سرزمینه <تصفح> و آقای روحانی تو که از ارتش دلجویی میکنی در مورد زنان اون حرفا رو میزنی چرا در مورد اوین چیزی نمیگی؟ حرفای جنتی رو میخوندم دستاورتهای علی رو میگم وزیر ارشاد دستاورتهای کارش رو میگم بله ما خانه سینما رو تونستیم احیا کنیم دوباره درش رو با کنیم اما در مورد اتحادیه سنفی در حد گفتگو با وزیر اطلاعات چون ارباب نمیخواد حالا سینما خانه سینما رو گفتن اب نداره آقا مشتبه هم سینما دوست داره با همسرشون دائم این فیلم های جدید رو میبینن پونزه هم پولی چوبی رو دیدن عجب فیلم قشنگی ولی در مورد اتحادیه سیمفی نه بابا دوباره شمس الوائزین بیاد و دوباره زید آبادی بیاد و دوباره بیاد به درد سر برای نخیر آقا نخیر 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 بماند تعطیل باشد و نمیدونه سید علی آقا حکم دیکتاتور ممکنه چهار ما کار کنه شیش ما کار کنه اما وای به روزی که این نگین از سکه بیافته و نگین بو اسحاقی قلابی بشه وای به اون روز نمونه میبینیم بی اعتباری نظام رو حالا آقای اوباما عاشق شده اون تأثیر زیادی نخواهد داشت آقای اوباما گندی که در برابر روزها زده خود همون براش کافیه این نکته رو من بهتون بگم وقتی وقتی اتحاد شوروی از هم گسیخت غرب به جای اینکه بیاد حالا که این امپراتوری فرو شکسته بیاد به دلجویی حالا که تکه تکه شده بیاد کاری کنه که روسیه بیاد جزئی از زندگی غربی بشه دورشه اومدن ناتو موشک گذاشت و و بعد آقای یلسین مستو که ولادیمیر پوتین دستاموز کیجیبی نمایندش در آلمان شرقی شاهد فرو پاشیدن دیوار و با یه چمدان اندوه و زخمهایی به مسکو باز میگرده اینا دقت نکرده این آقا که تو آکسفورد درس نخونده سوربون که نبوده مثل آقای دیوید کامرون یا آقای هولان نیست که مثل آقای اوباما هم نیست اومده میخواد انتقام بگیره اومده اعتماد ملت رو جلب میکنه موج ناسیونالیزم روسی رو را میندازه اوضاع مالیش هم خوب میکنه گازم به غرب میده غرب رو میره دستش رو زیر ساتور خودش و بعد شروع میکنه ها میخواین <تصفح> گرجستان رو ببرید توی ناتو بسیار خوب فعلا من آبخازیا ها و های شمالی جنوبی رو میبرم شما بریم بقیه اوکراین رو چشم بسیار خوب کریمه رو فعلا من ور میدارم تو بقیهش هم انگوش میکنم تو ببینم شما چی کار سوریه رو ببین جنایتکارترین رژیم دنیا رو دارم سر پا میدارم دست سیدالی آقا هم که تو دست منه در چشمای منم که نقش مسیح رو دیده دوتایی بیا برویم خلاصه سوریه مال ماست اینم تو سوریه ها تو دوران زف عراق از من گرفتی لیبی رو گرفتید نه سر سوریه وامیست آقای اوباما بی دست و پا رو هوا همیاسو. بله ما در لیست این افرادی رو که باید در لیست سیاه بشن تجید نظر میکنیم افراد دیگری هم اضافه خواهند شد معاون رئیس مجلس سابق اوکراین خوب باش بشه اون پولاش من یه از پولاش تو مسکوه آقای یانوکوویچ هم بذاری تو لیست سیاه چه خواهد شد خیلی تلخ دنیا وقتی مرد نداره میشه جنگ جانی توفو هیتلر میاد آقای چمبرلن هجولش سر تعظیم میکنه آ خیلی خوب ولی جاهایی رو میخوایم ببریم ببریم سر و صدا نکنیم میشه اونجوری در دوازده سال پدر دنیا در میاد کمرش میشکنه اقتصادی نابود میشه که دوباره به خودش بیاد و روزولتی قدم به میدون گذاری رو صندلی چرخدار که همتش از بقیه بیشتره چرچیلی بلند شه دو گلی بیاد و بتونن وز رو برگردن به عقب حالا هم الان همین وز رو پیدا کرد یعنی الان وقتی پوتین میبینه هر توپی که میزنه کسی یاری برابری باشون نداره و بعد توپ چیه؟ پاشم میزره اون تو گفت اون داستانه بود که گفت برده با همسرش داشت مسافرت میکرد راه سنو رسیدن و یه دایره دور پای مرده کشیدن که پاتو از این دایره بذاری بیرون سرتو میبردی اونم تو اون دایره ایستاد و اونا هر کاری خواستن با خانم کردن وقتی رفتن خانمه گفت همش منتظر بودم تو پاتو از اون دایره بذری بیرون گفت که دیدی منو تهدید کردن ولی اون سر و صداها چی بود تو را انداخته بودی حالا داستان اینا هم همینه آقای پوتین و اینا اومدن دورش دایره کشیدن ولی نه تنها پاشو بیرون گذاشت بلکه اومد بالا سرشون تو سرشون هم داره میزد و این است که آدم وقتی یک رهبر مقتدر آینده نگر رهبری که بلده با, کاغذ با کارتاش بازی کنه داشته باشه میشه پوتین و اگر نداشته باشه میشه سیدالی آقای خامنه ای آقای خامنه ای وقتی خاتمی اومد خواهم اینها رو بهتون بگم برای اینکه دقیق باشید وقتی خاتمی اومد بعد از سالها نفرت از جمهوری ولایت فقیه آزار دیدن از کارهای تروریستیش از حمایتش از تروریسم دنیا نفس راحتی کشید گفت که آدم اندیشمند و متفکر اومده مقالاتی ازش چاپ شده بود تو همون دوران مبارزات انتخاباتی چاپ شد در مطبوعات غربی در مطبوعات عربی پادشاه سعودی و ولیعتش عبدالعزیز خویتد یکی از بزرگترین شخصیت های فرهنگی سعودی که وزیر معارف بود فرستادن به تبریکش دنیا با اون حالت نگاه که کریستیان امانپور رفت اون مصاحبه جذاب و باش انجام داد پس همه دنیا آماده بود این دفتر گذشته رو ببنده ماجرای گروگانگیری رو فراموش کنه ماجرای کشتار بیروت رو فراموش کنه تفنگدارای دریایی سفارت آمریکا گروگانگیری خبر همه چی رو از یاد ببره انگار انگار نقطه انطلاق یا نقطه شروعه بیان با جمهوری ولایت فقیه عهد و پیمان تازه ببند این دیگه راه دیگری داریم کشتنیان را سیاستی دیگر نه کشتی من و نه بان را غلط شعر منو است کشتنیان را سیاستی دیگر به هر حال گفتن سیاست دیگر آمده. من خودم یادم تو واشنگتن صحبت میکردم با یکی از سناتورا به اتفاق دوست دیگری که حالا شاید راضی نباشه اسمشو بگم و ضمن صحبت ها آقا من چار پنج مقاله از خاتمی خوندم و رفتارشم دیدم مصاحبهش با سی تماشا کردم به نظر من یه شخصیت فوق العاده است جنیوس شما نمیدونید تو لبنان چه اعتباری برای ایران پیدا شده بود خاتمی سال قبل شفته بود لبنان تو استادیوم بزرگ شهر سخنرانی کرده بود تمام دانشمندان شخصیت مذهبی مسیحی مسلمان درزی همه به استقبال شفته بودن شیعه و سنی و شخصیتی مثل علامه سیدلی امین دشمن یعنی حزب الله دشمن اصلیشه امروز و حسن الامین علامه بزرگوار شاعر اینا همه به دیدن خاتمی اومدن محمد حسین فضل الله که سر مرجعیت با ولی فقی درگیر شده بود چطور از خاتمی استقبال کرد همه اینا و در سعودی رفت چه جور پادشاه سعودی روی صندلی چرخدار بعد از یک سال که به استقبال کسی نرفته بود رفت استقبال خاتمی من خودم در نیویورک شاهد بودم چطور اومد در فرانسه بودم دیدم در یونسکو برای جمهوری فرانسه در سازمان ملل روزی که سخنرانی برای گفتگوی تمدنها کرد رئیس جمهوری نیجریه وزیر خارجه آمریکا اینا همه نشو. چه جور هم؟ بعد خود کلینتون اومد چه طب در... خب همه اینا بود برای اینکه ایران به یه جایگاه والا برسه اما رهبری که جز نوک دماغش رو نمیبینه و تمام مصالح عالیه دنیا خلاص شده براش در بیت رهبری و اینکه همه رو پاش بیفتن، ماچ کنن و آقا آقا بگن و وصل به امام زمان هر نه روز یک بار به گفته خاتمی یک توطعه براش تدارک دید اون مال داستان دانشگاه اون مال قطعه زنجیری اون بساتی که به سر این بیچاره اووردن و بر اون دولتی که با درآمد قیمت نفتی که به در دوازد دلار رسیده بود تونست یه بالانسی در بودجه ایجاد بکنه کار تولید کردن جلوی فساد رو گرفتن نتیجهش این شد پس این رهبر شایستگی رهبری نداره چون غیر نوک دماغش رو نمیبینه اما پوتین میبینه حضور پوتین در کنار رژیم سوریه معانی و مفاهیمش خیلی فرق داره فردا پوتین اگر یک امتیاز بزرگی جای دیگه گرفت براش مهم نیست کما که بارها باگیدانو با و معاون وزارت خارجه و خود وزیر خارجه لاورو و دیگران گفتن حمایت ما از اسد ابدی نیست منافع ملیمون مطرحه برای سید نه حمایت از اسد که دو قلوی به هم چسبیده اوست یک ضرورته اسد بره دکان سید و و فقیه تعطیل خواهد شد اگر حسن نصرالله در سوریه هست چون حسن نصرالله میدونه اگر ارباب سوری بره ارباب ایرانی دیگه نمیتونه بهش اسلحه برسونه ناچار یا باید کنار بره و حزب الله تبدیل به یک حزب لبنانی بشه یا نابود خواهد شد پس بنابراین میره تو سوریه میجنگه آقای هادی آمری میدونه وزارت راه عراق رو به این دلیل داره که نوکر قاسم سلیمانیه و به دستور او سپاه بد رو فرستاده سوریه به دستور او رفته سر سونیا رو بریده به همین دلیل برای او مسئله عراق مطرح نیست برای او لبخند آقا مطرحه گروه اصائب اهل حق یه مش اوباش آدم کش که حتی صد قبولشون نداره و تردشون کرده اینا چشمشون به ارباب ولی فقیه برایشون مطرح نیست آقای خامنه اگر در سوریه هست نه به خاطر مسلحت ملی ایرانه ابدا به خاطر مسلحت ولی فقیه به خاطر اینکه بتونه با حزب الله آدم بکشه آشوب بپا کنه بترسونه به این دلیل بقیه هم همین در همین جهاد اسلامی هم در همین حد الباقی حوسی های یمن و غیره حالا اونو یه کوز هم دارن یعنی برای چیزی می جنگن حوسی ها اما ولی فقیه استفاده میکنه پولش رو میده آموزش نظامیش رو میده از این طرف به حوسی از اون طرف به علی سالم البیز کمونیست اولترا کمونیست و دیروز چقدر خوشم اومد تو یمن هواپیمای بدون سرنشین رفتن زدن پنجا تا از رهبران و بزرگان القاعده در یمن رو نابود کردن چقدر کار بزرگی بود و ضربه ای زدن که کمر القاعده رو شکست قاعدتا باید امریکایی بودن و یمنی ها هم دخالت دادن فرانسه میگه که در برابر آزادی چهار تا جورنالیستش که دست داعش بودن فدیه نداده پولی نپرده خدا میدونه. الله یعنی یا الله و بله خدا فقط میدونه در مصر نامزدی فقط منحصر شد به دو تن ارتش بود عبدالفتاح سیسی که 500 هزار رای جمع آخه میدونید که باید اینا 25 هزار تا جمع میکردن حداقل از 15 استان و آقای سی سی زد به 500 هزار تا ولی ما 200 هزار تا رو تسلیم میکنیم برای اینکه نامزدیش رسمیت پیدا کنه آقای همدین سباهی ایشون خیلی زور زدن سی هزار تا جمع کردن و اوردن دادن و گفتند که دیگه لزومی نداشت ما حد نصاب قانونی رو درست کردیم و تقدیم کردیم حالا انتخابات مثل مراحل مختلفی داره و مراحلش به این معناست که حالا کمیسیون انتخابات نگاه میکنه به این تعییدی های مردمی و بعد اگر شکایت اینجا و آنجا باشه به اونم رسیدگی میکنن و بعد مرحله مبارزات انتخاباتی شروع میشه تا میره به مرحله رنگیری برسه و اگرم نامزدها نتونن در دور اول اکثریت رو به دست بگیرن میره دور دوم در الجزایر آقای بوتفلیقه با 81 ممیز 9 درصد آرا برای چهار سال دیگه انتخاب شدن پنج سال با, با... با چرخ متحره با کرسی چرخدار اووردنشون با صندلی چرخدار اووردنشون تو حوزه گیری. حرف حرفم نمیتونست بزنه برای من عجیب بود چون انتخابات حالا علیرغم رقم تقلباتی اینجا اونجا در مجموع نسبتا درست بود و اینطور که گزارش ها رو من دنبال می کردم. یکی از دلایلی که بوتفلیقه دوباره انتخاب شد اینه که دوران او دوران آرامش بود نگرانی مردم از این که مثلا بن فلیس نخست وزیر اسبق اگر می اومد ممکن بود قدرت حکومت مرکزی کم بشه و همین دیدیم دیروز 14 نفر از سربازای الجزائری رو یه گروه تروریستی به قتل رسوندن دوباره اون بساط تکرار بشه مردم میترسن که مشکلاتی که در لیبی و تونس و غیره به وجود در اونجا هم به وجود بیاد اینه که به وضع موجود ادامه وضع موجود رای دادن ولی بوتفلیقه مریضه مغزش کار نمیکنه و حرفم نمیتونه بزنه و بنابراین کسان دیگری جای او حکومت خواهند کرد که ارتشی ها برادرش است، اینا همه جای او خواهند و سرانجام یک سری اجازه به عراق بزنید در عراق انتخابات نزدیک آخر همین ماه آوریل انتخابات برگزار میشه برخلاف دوره گذشته شیعیان در زیر یک چتر نیستند و مشکلات اساسی دارند آقای حکیم رسما اعلام کرده از نخست وزیری سباره آقای مالکی حمایت نمیکنه مقتدا صد شعار یعنی گروه اهرار وابسته به او شعار اسقاط مالکی یعنی سرنگونی مالکی رو به عنوان شعار اولش انتخاب کرده گروه های دیگری هم هستند مثل آقای اسامه نجفی رئیس پارلمان مثل آقای صالح مطلق معاون نخست وزیر اینا هم گروه هایی دارند که بیشتر سنی ها هستند و مخالفت شدید با مالکی اما برجسته ترین شخصیت در این انتخابات دکتر عیاد علاوی است من زیاد راجع به دکتر عیاد علاوی میگم برای که میشناسمش برای اینکه خوب از نزدیک میشناسمش. چه اون وقت لندن بود در اپوزیسیون بود و صدام حسین تلاش کرد بکشتش میدونید رفتن تو خونش سم بهش زدن سوزن زدن و عبدالله یک سال و نیم یک سال و اندی گرفتارش بود هم به خاطر اون افکار روشنی که داره شدیدن ضد محاسس دینیه یعنی سهمبندی دینی یعنی کابینه شیشتا شیعه شیشتا سنی تا فلان به شدت مخالف معتقد باید دولت دولتی تشکیل داد که اولا سکولار باشه افراد بر مبنای لیاقت و شایستگی و دانششون و نه بر مبنای مذهب و تایفشون در این دولت شرکت بکنند بسیار در این مسئله اساسه دیروز یک مصاحبه یک ساعته با برنامه حدث داشت از عراق افرادی از او سوال و چقدر برنامه زیبایی بود که میسون اجرا میکرد فوق برنامه جالبی چقدر مسلط چقدر قشنگ نمیدونم افسوس باید بخوریم ما هم داشتیم اینجوری ما هم تلویزیون ملی ما هم خیلی بالاتر از اینا بود به هر رو درود مهندس قطبی عزیزم یاد زنده یاد محمود جعفریان بخیر عزیزان ما دکتر محمودی عزیزم سلام میکنم به نازنین بزرگوار مردان عزیزی که شاه وقتی ها دکتر جهانبانی امریکا الان دندان پزشکی حرفه اصلیش مهندس مکانیک دوستان عزیز فریدون فرندوز میشست و با چه اقتداری چقدر خوب بود دونه دونه بچه ها خب تو تلویزیون فرا میگرفتن و گل یحیوی که از اون اول بود دلارام کشمیری که بانوی خبر بود و چقدر مسلط و زی خانم خاج نوری بودن 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 اینا و بچه های فهمیده و حسین نادری قبلتر از اون سعادت روحانی اینا شخصیت های برجسته بود انوش کنگلو که اومد و صدای آمریکا همچنان ادامه یافت باری به هر حال زیاد حرف زدم رشته کلام از دست میره یه دفعه بله داشتم میگفتم که در گفته آقای دکتر عیاد علاوی تاکیدش بر این بود که آقا ما میخواهیم اراق رو از شر این بیماری مذهب و طایف گرایی نجات بدیم به همین دلیل در یا در گروهی که من تو انتخابات ارائه کردم شیعه و سنی و کرد و شباک و ایزدی و همه هستن همه جور مذهب و قوم و تایفی آسوری و غیره در این گروه وجود داره و دکتر علاوی گفت که تفاهمات بسیاری با کاک مسعود بارزانی داره و همینطور آرزو داره که با مقتدا صد تا حدی کنار اومدن با حکیم همینطور و آرزو داره بتونن در قالب یک فرکسیون معتلفه با حفظ هویت خودشون در برابر نوری المالکی یعنی وابسته جمهوری ولایت فقیه بیستن و دولت تشکیل بدن و گفت اگر اصرار آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی بر این باشه که مالکی بماند مسلم او و یارانش روش دیگری رو اتخاذ خواهند کرد و با مبارزه تاکید کرد مسالمت آمیز مانع از این خواهند شد که این وضع آشفته در عراق ادامه پیدا بکنه عراق اوضاع بسیار بدی داره باز در مورد کردستان عراق بگویم سرانجام بعد از شش ماه دولت تشکیل شد و دیدیم که گروه تغییر آقای نوشیروان مصطفی و یارانش با توجه به 25 کرسی که در پارلمان کردستان کل... دارن و بیشتر از اتحادیه میهنی که در قیاب رهبرش مام جلال ضربات سنگینی خورد ای کاش من آرزوم این بود که می اومدن و اتحادیه میهنی رهبری رو به دستی شخصیتی مثل کوسر رسول و دکتر بارهم صالح اینا با هم میمدن و حزب رو احیا و نقاعثش برطرف می شد برای مردم توضیح می دادن و جایگاه حفظ متزلزل نمی شد که نوشی روال که خودش بچه حزبه و یه موقعی سایه مام جلال بود نره جدا بشه ضربه بزنه با جمهوری اسلامی بیعت کنه و بیاد این وسط به هر حال دولت کابینه خودمختار به ریاست دوست عزیزم نیچیروان بارزانی تشکیل شد و الان مشغول مبارزه برای انتخابات مجلس بغداد هستن یعنی پارلمان مرکزی امیدوارم در اونجا در کردستان این انتخابات با آرامش برگزار بشه و شاهد یک پارلمان دیگری در عراق باشه پارلمانی که صدای نوکران ولی فقیه در اون کمتر به گوش میرسد چیکار کنیم غیر آرزو قاسم سلیمانی که بابا نیست و پولم که نداریم و دو اون گروه دکتر عیاد علاوی اینا مثل گروه آقای مالکی میلیارد تو دستشون نیست پول نفت و غیر و غیره اوباما جان هم بهشون چندان لطفی نداره اوباما کسی رو دوست داره که سید علی آقا دوستش داشته باشه ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علی رضا نوریزاده شما رو تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم. یادتون باشه امروز اینجا در بریتانیا و کشورهای مسیحی جهان عید پاک عروج عیسی ابن مریم به آسمان به همه مسیحیان این روز رو نمیدونم شاد باش میگن هپی ایستر ایستر شاد و دیدم چقدر حتی اون مراسم دعاشون زیباست تا فردا